دوستان عزیز، امروز میخوام خورش دال عدس درست بکنیم. برای این خورش احتیاج داریم به حدود 200 گرم عدس قرمز تمیز شده، یه عدد پیاز، حدود 3 تا عدد سیر، یک قاشق چایخوری نمک، یک قاشق نیم چایخوری ادویه خورش کاری، حدود 50 میلی تمر هندی که میتونه پاستش هم باشه، و حدود یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، و 500 میلی آب احتیاج داریم. ظرف مرحله اول، ظرف مناسبی رو انتخاب میکنیم بر اثر مقداری که داریم. روشن میکنیم این گازمون رو و این دالو میریزیم توی قابلمه و آب رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم که بپزه و جوش بیاد. فقط باید حواسمون باشه سر قابلمه باید باز باشه، وقتی جوش میاد کف میکنه و ما کف روش رو بگیریم. بعد از اینکه عدسمون پخت، این عدس الان پخته شده دیگه، بعد از نیم ساعت به این شکل در اومده، میذاریم عدس کنار. توی مایتابه جداگونه روغن میریزیم و اون سیر و پیازمون رو سرخ میکنیم. الان در این مرحله خوبه دیگه، طلایی شده، ادویه رو اضافه میکنیم. بعد از اضافه کردن ادویه رب گوجه فرنگی رو اضافه میکنیم. کمی رب تفت بخوره کافیشه دیگه. الان درجه رو کم میکنیم. تمر هندی رو بر اثر ذائقه است، هر کسی دوست داره ترشتر یا کمتر، من یه قاشق از این میریزم کافیه. نمکم اضافه میکنیم. این که حاضر شد الان به این شکل کافی. دوستان عزیز، باید به این شکل خورشت ما در بیاد. من اینو در ظرف کشیدم، الان آماده است. کنارشم برنج سفید درست کردم. میتونید هم با نون بخورین، هم با برنج بخورین، همراه سالاد شیرازی. نوش جانتون.